ولادیمیر پوتین در مورد افغانستان تصمیم گرفت. فرمان جدید یا هشدار تکان دهنده. سلام و وقت خوش داشته باشین بینندگان عزیز، را که همکنون کانال خبری ما را دنبال می نمایند. پوتین در مورد افغانستان تصمیم گرفت. اسپوتنیک افغانستان می نویسد ولادیمیر پوتین فراگیر بودن را اولویت فعلی سازمان پیمان امنیت جمعی در افغانستان خواند. با گزارش اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وضع فعلی افغانستان را دشوار و نگران کننده ناشی از احتمال نفوذ تروریست‌ها از افغانستان به کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی می‌داند. وی خواستار ادامه هماهنگی نزدیک در مسیر افغانستان شد. غوث جانباز دیپلمات افغانستان در این ارتباط به اسپوتنیک گفت بدون شک که اداره منظم و مسلکی که نمایندگان تمام اقشار سیاسی و اجتماعی افغان شمولند و از طرفدار وحدت ملی هستند، این نیروها قدرت را تقسیم نمی کنند. به نظر دیپلمات افغان، فقط یک حکومت وسیع و نماینده مردم می تواند از بی‌نظمی های اقتصادی، نظامی، امنیتی فعلی افغانستان جلوگیری کند و یک دولت اتحاد ملی را در افغانستان ایجاد نماید. باید افزود که صرف در صورت ایجاد یک حکومت اتحاد ملی می تواند کشورها به طرف امن، احیا اقتصاد، فرهنگ اجتماعی و غیره سوق داد. جانباز در مورد این که کیها در حکومت فراگیر باشند ابراز نظر نموده است. یک، کسانی باشند که طرفدار افغانستان باشند. دو، از ایجاد جزایر قدرت به نام قوم و محل خودداری کنند. سه، کسانی باشند که دستهایشان به فساد اقتصادی، اداری جنایی و بی‌نظمی های اخیر دخیل نباشند. چهار، متحد به افغانستان، مصمم به مبارزه علیه مواد مخدر و تروریسم باشند. دیگر این که گروه طالبان خود را حاکم می داند، آنها باید جزء لاین فعالیت افغانستان باشند. پنج، گروه طالبان یک واقعیت است که نمی تواند از آن چشم پوشی کرد. همه این گروه ها باید در زیر چتر یک قانون، یک وطن و یک آرمان کار کنند. شش، باید همه گروه ها در تشکیل دولت بعدی افغانستان جای داشته باشند. دیپلمات جانباز ساکت کرده گفت طالبان تا کنون از خود آمادگی نشان ندارند. طالبان قدرت را به زور نگرفتند، بلکه در اثر یک تعامل سیاسی قدرت را گرفتند و آن مشروط به این بود که یک حکومت همه شمول متشکل از همه اقشار و ملیت ها و نیروهای سیاسی داخل باشند. اما طالبان باور کردند که می توانند انحصار باشد و افغانستان را به یک مدرسه کلان تبدیل کند. طالبان باید از طریق فشار اجتماعی مذاکرات وارد گردد. اگر از خشونت کار بگیرند، طبعا که مردم افغانستان را در مقابلشان مقاومت خواهد کرد. وی افزود که اخیرا فدراسیون روسیه در فرمت مسکو به طالبان سیگنال داد که با وعده های خود که در سطح همه جانبه جهانی و سطح های چند جانبه و همچنان در پرسد توافقات دوحه به تعهداتی که این را رابطه دادند باید عمل کند و حقوق اساسی بشر، حقوق کودکان، تحصیل زنان و حتی کاربار برای زنان مرا آزمایش کنند و در داخل یک اداره متحد و مخلصی شوند. از خشونت دور گردد. این همه وقت می تواند صورت بگیرد که یک حکومت همه شمول ایجاد شود. در غیر افغانستان به سوی افزایش خشونت، تقابل، تضادها و برخوردها می رود. در همین باره احمد فهیم توخی می نویسد تضمین از ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان که برگرگیرنده ی نمایندگان تمام گروه های قومی در سطح دراز باشد اکنون یک اولویت است. ولادیمیر پوتین. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشید.